قرمه سبزی خب همه درست میکنن طبق فرمایش شما، ولی همیشه میگم مال یکی عطرش از سر کوچه میاد، مال یکی آبش یه طرف دونش یه طرف، هم میگم قرمه سبزی درست کردیم. مال سعی میکنیم تمام مشکلاتی که ایجاد میشه تا یه قرمه سبزی خوب از آب در نیاد و بگیم که یه قرمه سبزی خوب بتونن درست بکنن. ما احتیاج داریم این موادی که میگم برای یه خانواده 4 تا 5 نفره هستش. گوشت لازم داریم 400 گرم که گوسفندی بهتره، حالا از گوساله میتونن استفاده بکنن. سبزی سرخ شده 400 گرم که کاملا توضیح میدم درباره سبزیش. بله. پیاز یک عدد نگینی خرد شده، لیمو امانی 6 تا 7 عدد، لوبیا، حالا از هر لوبیا که دوست دارن الان دربارش توضیح میدم، لوبیا حدود یک پیمانه، پیاز داغ 3 قاشق غذاخوری، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم، آب لیمو و آب غوره، یعنی هر دوتاش با هم باشه خب خوشمزه تر میشه، به میزان لازم، هر چقدر که میخوان دوست دارن ترشیش به اندازه که میخوان میتونن داخلش بریزن. خب ما ابتدا من اول گوشتم رو شروع میکنم به تف دادن، بعد درباره سبزی کاملا توضیح میدم، چون تمام جا افتادگی قرمه سبزی و طعم خوبش، بعضی میگن وقتی ما قرمه سبزی درست میکنیم مزه آش میده، این به خاطر اینه که این ببینید من الان، یا بعضی به خاطر اینکه طعم خوبی بده خیلی سرخش میکنن و سیاه میشه، ولی ببینید کاملا این سبز سبزه و روغن اضافه اصلا نداره. حالا میگم که چطور درستش بکنید، بستگی به اون ترکیب سبزی هم داره. بله دیگه. دقیقاً و طریقه درست کردنش، ببینید توی قابلمه حدود 2 تا 3 قاشق غذاخوری روغن میریزیم، بعد پیازایی که ریز نگینی خرد کردیم و داخلش میریزیم، طبق حال دیگه همه بینندگان آشنایی دارن با روش من، نمیگذارید این طلایی بشه اصلا، من میخوام این آب پیاز به بافت این گوشت من نفوذ کنه و باعث خوش طعم شدنش بشه و بوی زخمش رو از بین ببره. بله. بعد این گوشت گوساله یا گوسفندی؟ نه این گوسفندیه. یه تیکه هم قلم انداختم من الان از ماهیچم استفاده کردم، خب لذیذتر میشه، یه تیکه استخون و قلم داشته باشه خب خیلی خوشمزه تر میشه. همین الان از همون ابتدا یه قاشق حدود مرباخوری داخلش من از زردچوبه استفاده میکنم، به زردچوبه فلفل سیاه کمک میکنه که عطر خیلی خوبی این قرمه سبزی و گوشتمو بگیره. بعد اینو میذارم روی حرارت، چه حرارتی متناسب با قابلمه، حالا اینا رو چون گفتیم ولی یه مرور میکنیم دوباره، اینو میذارم و مرتب بالای سرش وامیستم و اینو مرتب این 1 رو 20 دقیقه اینو زیر و رو میکنم تا این پیازای من آب بشه. آبش کجا میره؟ میره تمام به این بافت گوشت من. بله. و باعث میشه که اون گوشت حتی اون غیر قابل نفوذ ترین قسمتش هم مزه‌دار بشه و دیگه بوی اون چربی، بوی دنبه نده. حرارت متوسط. خب اصل مهمه این، حالا من سبزی هم آوردم که خرد کردنش هم نشون بدم که به چه شکلی خرد. ببینید اصلا گفتم کسی که اسیر پیمانه باشه که اصلا آشپز نمیشه هیچ وقت. من الان توضیح میدم. ببین همیشه لوبیاهاتونو وقتی که میخواهید قرمه سبزی درست کنید یه پیمانه دارید، حالا یه پیمانه رو کجا بریزم؟ بپزه آبشو بریزم بیرون، خیس کنم؟ برای اینکه راحت باشید من 1 کیلو، حالا 1 کیلو که مصرف دارید و تمیز پاک میکنید، 1 ساعت خیس میکنید با 1 قاشق غذاخوری نمک. اینو خیس میکنید با آب ملایم، ولر میشورید و خیسش میکنید، بعد آبشو میریزید بیرون و با آب کافی حبوباتو میپزید. آب کافی و شعله باید حتما، بعضی میگن چرا غلافش جدا میشه، چرا پوستش جدا میشه، برای اینکه یکی آب کم میریزن مابین پخته مرتب آب اضافه میکنن، یکی که حرارت رو ملایم میکنن، حرارت ملایم باعث میشه که لوبیا یا حبوبات کاملا از هم باز بشه. تو زودپز هم این اتفاق ممکنه بیفته؟ تو زودپز نه، زودپز خیلی راحته، فقط باز دوباره باید مواظب باشن که بیش از حد نپزه. خب بریم سراغ سبزی. برای درست کردن پس لوبیا رو پختیم، آبشو میریزیم بیرون. خیلی ها گوشت رو با لوبیا میپزن، من این کار رو نمی کنم به خاطر اینکه تمام روغن گوشت رو میکشه و بوی خیلی نامطبوعی داره. حالا بعضی از لوبیا چیتی استفاده میکنن، بعضی جاها از لوبیا چشم بلبلی استفاده میکنن، من از لوبیا قرمز استفاده میکنم. حالا هر جوری که خودشون دوست دارن از هر لوبیا میتونن استفاده بکنن، میزانش هم هر چقدر که دوست داشتن. مثلا وقتی مهمون داریم خب طبیعتا لوبیا باید کمتر باشه، ولی وقتی خودمونی مثلا ما خودمون گوشت زیاد دوست نداریم، بیشتر لوبیاشو دوست داریم، هر جوری که دوست دارید اون چیزی که متناسب با ذائقه خودتون هستش. وقتی پختش اینا رو بسته‌بندی میکنید کنار بسته‌های قرمه سبزیتون، هر وقت خواستید قرمه سبزی درست بکنید لوبیاهای پخته شده آماده دارید، راحت 1 ربع آخر بهش اضافه میکنید. چون که خانمایی که کارمند هستن میتونن در عرض 40 دقیقه قرمه سبزی جا افتاده و خیلی خوب درست بکنن. سبزی که عطرش میره چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی سبزی رو میگیرید پاک میکنید،
همه رو الان که دیگه الحمدلله همه راحت شدن و میبرم میدم بیرون، سبزی خرد کن براشون خرد میکنه، تره جعفری، گشنیز و شنبلی همه رو خرد میکنه. چه اتفاقی میفته؟ گشنیز و جعفری چون لطیف هستن، سریع تو این حرارت طولانی که 70% تا 80% تره آبه، تا بیاد این آب تره کشیده بشه، اونایی که لطیف هستن عطر خودشون رو از دست میدن تو حرارت خیلی طولانی. پس ما هیچ وقت اینا رو با هم نمیریزیم. ما تره رو که تناسبش هم الان میگم، ما به ازای، حالا بعضی میگن دسته‌ای بگو، الان همه رو میگم، اگه دسته هاتون یک میزان باشه، یعنی یک اندازه باشه، 4 تا دسته تره اگه بگیرید، 2 تا دسته گشنیز، 2 تا دسته جعفری و 1 دسته شنبلیل لازم دارید. اگه به کیلو هست، 4 کیلو تره، 2 کیلو گشنیز، 2 کیلو جعفری و 1 کیلو شنبلیل لازم دارید. شنبلیل رو وقتی که فرصت داریم بهتره که یکی هفته دو هفته جلوتر خشکش کنیم و خشکش رو به قرمه سبزی اضافه کنیم، فوق العاده عطرش دو برابر میشه. ولی میزانش رو همون میزانی که گفتم و توی شیشه جداگانه که مثلا یه مقدار زیاد نریزم که ای با چقدر قرار شده تو این بریزم، میزان از دستم در نره تا عادت بکنم. من تره رو جداگانه سر و تهش رو میزنم و به این شکل هنوز نشسته کنار دستم توی سینی قرارش میدم. بله. گشنیزو فقط ریشه‌ش رو میزنم با ساقه بلندش، جداگانه پاک میکنم، جداگانه دو سه آب میشورم، مثلا الان که خیلی گل داره دو سه آب میشوریم، بعد جداگانه خوردش میکنیم. جعفری رو باز دوباره اصلا نباید چوب داشته باشه، چوباشو کاملا جدا میکنیم، باز جداگانه میشوریم، جداگانه خرد میکنیم و شنبلی هم که خوش کردیم. تره رو به این شکل، تره رو به این شکل ما خوردش میکنیم. دسته ها رو چند تا دسته کنار هم که قرار دادیم روی تخت قرار میدیم و به این شکل ریز ریز اینو خوردش میکنیم. آبش در نمیاد بیرون و وقتی هم که شما قرمه سبزی درست میکنی یه شکل داره، همه چی مثل آش له شده نیستش و طعم بهتری میگیره. خب وقتی تره رو من به این شکل خوردش کردم، ببینید پس دستم رو اینجوری اهرم قرار میدم، اینو سفت نگه میدارم و شروع میکنم اینو به خرد کردن. حالا میزانش کردم، من با این چاقوی کوچیک دارم خردش میکنم. تون تون چاقوتون رو تیز کنی چون تره خیلی تنده و چاقوتون کند میشه، آب میندازه. وقتی تره ها رو به این شکل خردش کردید، جداگانه توی قابلمه وقتی تمیز دو سه آب شستید، چون ممکنه گلولایی داشته باشه، حتما دو سه آب میشوریدش. وقتی که آبش کشیده شد میریزید توی قابلمه که یک سوم قابلمتون رو روغن ریختید. اونی که کسانی که میگن مزه آش میگیره، باز دوباره چون تازه تازه بعضی وقتا سبزی رو درست میکنن، یه قاشق دو قاشق، خب بیشتر روغن نمیریزم، ما نمیخوام غذای چربی داشته باشیم، چون روغن کمی میریزم و سبزی تو روغن کم سرخ میشه، یا باید انقدر جزغالش بکنن و سیاهش بکنن تا اون جا افتاده یا عطر رو پیدا بکنه توی قرمه سبزی روغن بیفته، یا اگه خام بردارم مزه آش میده. پس برای همین من همیشه توصیه میکنم 6 ماه سبزیاشون رو بذارن، یعنی سالی دو بار بذارن که توی روغن فراوون اینو سرخش بکنن. بعد روغنش رو ببینید، اصلا روغن نداره، روغنش رو میکشید، نه اینکه روغن داشته باشه، ولی توی روغن فراوون وقتی بادمجون سرخ میشه، وقتی سبزی سرخ میشه، اون طعم فوق العاده بهش میده و خیلی سریعتر جا افتاده میشه و اثر خوبی داره و احتیاج به سرخ کردن زیاد نداره. پس یک سوم هر اندازه قابلمه‌ای که دارم روغن میریزم. اگه تو فریزر قراره بذارم، روغن جامد حتما استفاده میکنیم. گفتیم بین بد و بدتر یکی انتخاب میکنیم. توی فریزر وقتی که از روغن مایع استفاده کنیم، هم ضرر داره هم که بوی خیلی نامطبوعی به مواد غذایی ما میده. پس روغن رو ریختیم، تره ها رو که به این شکل گفتیم آبش زیاده دیگه، زودتر خیلی آب داره، تره ها رو می‌ریزیم داخل این قابلمه، مثلا تا این سر این ظرف هم تا سر کمی 1-2 سانت پایین تر پر تره میکنم. اینو روی حرارت تند میذاریم و مرتب هم میزنیم تا وقتی که تره ها آبش کشیده میشه که حدود 20 دقیقه تا 30 دقیقه طول میکشه، از اینجا میاد هم سطح روغنمون میشه. ببین چقدر آب داره. پس وقتی که تره رو قابلمه رو پر کردیم، روغن ریختیم 1/3، وقتی تره ها آبش رو میکشه هم سطح روغن میشه، یعنی 1/3 قابلمه ما رو میگیره. درسته. وقتی به این شکل شد، گشنیز و جعفری و شنبلی، بله. گشنیز و جعفری رو بهش اضافه میکنیم، در حد 4-5 دقیقه تف میدیم، دیگه عطرش از بین نمیره چون عطرش داخلش میره. بعد موقعی که دیگه میخوام برش دارم، بله نه موقعی که میخوام بردارم، شنبلی رو اضافه میکنم، 1-2 دقیقه دیگه روی حرارت قرارش میدم. بعد همه سبزی‌ها رو با هم مخلوط می‌کنیم و وقتی که درست کردید، خب توی روغن فراوونه، یه سینی، یه مجمومه، یه سینی بزرگ، بله. یه نربکی که زیرش می‌ذاریم، من همیشه میگم شیب خیلی تند، یه شیب خیلی کوچیک قرار میدیم. بس این سبزی‌ها رو قابلمه رو خالی می‌کنیم بالای این سینی،
این یواشوش تمام روغناش کشیده میشه. بعد از همون روغن دوباره برای سری بعد همینجوری استفاده میکنیم تا قرمه سبزی ما تموم بشه. از روغن پیاز داغ برای قرمه سبزی درست نکنید. بعضی پیازتون رو سرخ میکنن بعد میان قرمه سبزی درست میکنن، بوی دنبه میگیره، خیلی بوی بد میگیره، چون هر قابلمه پیاز داغ تقریبا 40 تا 45 دقیقه طول میکشه سرخ بشه. بعد تو حجم بالا که ما پیاز داغ رو سرخ میکنیم بوی خیلی نامطبوعی میگیره و واقعا غذای ما رو بدمزه میکنه. پس از روغنای پیاز داغ هم استفاده نمیکنیم برای سرخ کردن. خب لیمو آمونیوم که یه مشکل دیگه که تو قرمه سبزی هستش اینه که قرمه سبزیشون تلخ میشه. یه علتش اینه که بالاخره لیمو رو شما خودتونم میدونه که لیمو تلخه، پوستش تلخه، هستش تلخه. برای اینکه تلخ نشه نباید بیش از حد داخل قابلمه بجوشه. پس آخه ما میخوایم عطرش در بیاد، چیکار کنیم که پس عطرش زودتر در بیاد؟ ما اینو یه رو 20 دقیقه جلوتر دو سه تا سوراخ که ایجاد کردیم، حالا با چنگال یا چاقو، آب جوش روش می‌ریزیم، میذاریم خیس بخوره. بعد وقتی که ببینید الان اینجوری نرم شده، آبشو میریزیم بیرون. 10 دقیقه یک رو به آخر وقتی به غذا اضافه کنیم سریع اون ترشی و عطرشو به غذا میده و احتیاج به جوشیدن زیاد نداره. پس برای همین غذای ما رو تلخ نمیکنه حتی اگه جنس این لیموی شما بد باشه. بسیار خوب خانم، خیلی ممنونم. تمام تکنیک‌ها رو گفتین دیگه الان. آره فقط برای اینو توضیح بدم که وقتی که گوشت بون 1 رو 20 دقیقه تفت خورد، بهش آب اضافه می‌کنیم، می‌ذاریم تقریبا نزدیک به پختش بشه. وقتی که نزدیک به پخت شد، سبزی رو بهش اضافه می‌کنیم. سبزی هم که اضافه کردیم، لیمو عمانی رو بهش اضافه می‌کنیم، پیاز داغمون رو بهش اضافه می‌کنیم. می‌ذاریم حدود 1 رو تا 20 دقیقه دیگه اینا با هم قلب بزنه، حالا تا نیم ساعت، حالا هر چقدر که دوست داشتید. ریزجوش بزنه و بعضی میگن روغن نمیندازه. ببینید دیگه وقتی که قرمه سبزی اینا رو اضافه کردید نباید مثل آش هم بزنید، باید حالت رفت و برگشت به این شکل هم بزنید. خیلی متشکرم. 10 دقیقه آخر لوبیا رو بهش اضافه کنید. تشکر. و خاموشش میکنید و خاموشش میکنید و آب لیمو رو هیچ وقت روی حرارت بهش اضافه نمیکنید. آب لیمو و آب قوره رو وقتی که خاموش کردید بهش اضافه میکنید و اینا همه روغنش از بین میره. بله. ببینید قرمه سبزی وقتی که پخته شد، ما سبزی رو بهش اضافه کردیم، گوشتمون پخته شد، سبزی اضافه کردیم، لیمو عمانی که خیس کرده بودیم بهش اضافه کردیم، پیاز داغ و نمک رو بهش اضافه میکنیم. همیشه وقتی سبزی رو دارید میریزید، یک قاشق چای خوری هم شده باید نمک بریزید تا این رنگ سبزی کاملا داخل خورشتمون بمونه. حتما حرارت باید ملایم باشه، عین آش هم نمیزنیم به این شکل تا این غذای ما جا بیفته. اگه میبینید غذاتون ته میگیره پس آبش خیلی بیش از حد دیگه کمه، باید حتما از این وسط آب در حال جوش بهش اضافه کنید. وقتی کاملا اینا پخته شد 1 رو 20 دقیقه، لوبیا رو اندازه‌ای که دوست داریم که به این شکل تمیز از توی فریزر میتونید درش بیارید، حالا یا اینکه تازه پخته باشید بهش اضافه میکنید. ببینید هم نمیزنیم، میذاریم. الان ببینید تمام اون روغنی که بود همه اومده رو، همه میاد بالا و وقتی که خاموشش، وقتی لوبیا رو اضافه کردم 1 رو به دیگه روی حرارت میمونه، بعد خاموش میکنم آب لیمو و آب قوره به اندازه که دوست دارم ترشیشو بهش اضافه میکنم، چون بعضی ترش تر دوست دارم بعضی. بسیار هم خوب تموم شد توضیح ها. این بله. بلش اگه حدودا من همیشه گفتم خورشت رو نباید بیش از حد آب بریزیم که مجبور بشیم زیادش بکنیم تا روغنش از بین بره. اول کار 4 تا لیوان بهش آب اضافه میکنیم، میذاریم گوشتمون پخته شد، ما بین پخت هر بار که میبینی آبش تموم شد میتونی یه نصف لیوان یا نصف استکان بستگی به اون میزه که کم از وسط غذا آب در حال جوش هر چقدر که بخوایی میتونی اضافه کنی. آب سرد اصلا، آب در حال جوش، نه اینکه آب جوشیده سرد شده، هیچ اتفاقی نمیفته، مزهش هم از بین نمیشه. غذای هر 4 کیلو تره 2 کیلو جعفری، 2 کیلو گشنیز و 1 کیلو شنبلیله داریم که تره رو گفتیم جداگانه حتما پاک میکنیم و اینو پاک نشده شو حساب میکنیم، نه اینکه پاک شده شو بعد وزنش نکنیم.